سرخط خبرها. پس از این دیگر شبکه به نام حقانی وجود ندارد. منبع انس حقانی. طرح ترور والی بامیان توسط مولوی مهدی فاش شد. حملات خطرناک جبهه مقاومت در روز نخست عید الاضحا آغاز شد. هشدار تازه شورای مقاومت برای نجات افغانستان و طالبان. سلام و سرویس اطلاع رسانی اینفو تیوی خوش آمدید. لطفا این کانال ما را سابسکرایب کنید. انس حقانی تازه گفته است که شبکه حقانی هیچ وجود نداشت، پروپاگاند بود. انس حقانی یکی از اعضای برجسته امارات اسلامی در گفتگو با مجله شپیگل آلمان گفته است که شبکه حقانی هیچ وجود نداشت و زمانی که وای در قطر بازداشت شد یک شاگرد بی ضرر بود که روزهای رخصتیش را سپری میکرد. آقای حقانی گفته است که بسیاری از حملاتی که در دو دهه گذشته به خانواده او نسبت داده شده کار آنها نبوده. انس حقانی گفته است که هیچ یکی از این ادعاها درست نیست. من هیچ حمله انتحاری را اعتراف نکردم. بسیاری از حملات در دو دهه گذشته که به خانواده من ربط داده شده توسط ما انجام نشده است. وی افزوده است که نام خانواده ما اغلب توسط فارغ التحصیلان مدرسه حقانیه که در پاکستان است بدون اطلاع ما استفاده شده است. هر کسی که قبلا در این مدرسه دینی تحصیل کرده باشد می تواند از این نام استفاده کند. انس حقانی در رابطه با نگرانی های غرب در مورد نقص حقوق بشر به ویژه حقوق زنان گفته است که امارات اسلامی پرچمداران حقوق بشر هستند، زیرا دین اسلام نه تنها برای بشر بلکه برای حیوانات نیز حق قائل است. وی افزوده است که مشکلاتی که در بخش کار و تحصیل زنان ایجاد شده حل آن به زمان نیاز دارد. آقای حقانی گفته است که گویا فراموش کرده اید که ما خودمان به بهانه حقوق بشر مورد حمله آمریکا قرار گرفتیم. با این حال ما پرچمداران واقعی حقوق بشر هستیم. حقوق بشر بخشی از ایمان ماست. دین ما تنها برای انسانها نه بلکه برای حیوانات نیز حق قائل است. انس حقانی در این گفتگو از نقشه برجسته آلمان در گفتگوهای صلح یاد کرده و گفته است که آلمان نقش مثبت برای دستیابی به یک راه حل صلح آمیز داشتند. به ویژه مارکوس پوتزل نماینده آن زمان آلمان تلاش بسیار کرد. آقای حقانی از کشور آلمان انتظار دارد تا تعامل با حکومت کنونی داشته باشد، رابط خود را با کابل تجدید کند و گام جسورانه را برای بهبود روابط بردارد. خبر بعدی، طرح ترور والی بامیان خونسا شد. منابع در ولایت بامیان از بازداشت 6 نفر با دو حلقه ماین بشکه‌ای که طرح کشتن والی طالبان را برای این ولایت را داشتن خبر می‌دهند. با گزارش اسپوتنیک و نقل از رسانه‌ها، منابع محلی در ولایت بامیان می‌گویند که طالبان در این ولایت دو حلقه ماین بشکه‌های را که برای کشتن ملا عبدالله سرحدی والی این گروه کارگزاری شده بود خنسا کرده‌اند. با گفته منابع این ماین‌ها بر روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از نزدیک یک مسجد کشف شده است. منبع گفته است که ماین نخست از زیر یک پل در نزدیکی مسجد جامع روستای طولواره در مرکز بامیان و ماین دومی سپس از پشت محراب این مسجد کشف شده است. یک منبع میگوید که در پیوند با کارگزاری این ماین‌ها 6 نفر نیز از سوی طالبان بازداشت شدند. آنان ساکنان ولسوالی غندک ولایت بامیان هستند. غندک از ولسوالی های است که از سوی طالبان ایجاد شده است. در گذشته این ولسوالی بخش از ولسوالی شیبر بامیان بود. طبق اطلاعات منابع این افراد برنامه داشتند که روز گذشته با انفجار ماین های بشکه‌ای ملا عبدالله سرحدی والی طالبان در بامیان را هنگام ادای نماز جمعه ترور کنند. منابع میگویند که افرادی که به اتهام ریختن طرح کشتن والی بامیان در بامیان بازداشت شده وابسته به جبهه مقاومت بر رهبری احمد مسعود است. این جبهه تا کنون در این زمینه چیزی نگفته است. از سوی هم گفته می شود که طالبان در یک ماه اخیر دست کم 50 نفر از جوانان ولسوالی غندک را در صفوف این گروه بودند اخراج کردند. افراد برکنار شده عمدتا تاجیک تبار هستند و گفته می شود که از سوی طالبان پشتون تبار کنار گذاشته شدند. با این حال گمانه‌زنی‌های وجود دارد که گویا افراد برکنار شده می‌خواستند
والی طالبان در بامیان را به قتل رسانند. عبدالصبور فرزان صیغانی سخنگوی والی طالبان در بامیان اما این گمانه‌زنی ها را رفع می کند. اکنون بپردازیم به خبر بی نهایت مهم، لطفاً توجهتان را خواهان هستیم. حمله جبهه مقاومت بر قماندانی امنیت طالبان در ولسوالی خوست بغلان. منابع محلی در بغلان میگویند که نیروهای جبهه مقاومت بر قماندانی امنیت طالبان در ولسوالی خوست این ولایت حمله کرده اند. این حمله جمعه شب گذشته بر قماندانی امنیت طالبان در ولسوالی خوست انجام شده است. با گفته منابع در این حمله تلفات سنگینی به طالبان وارد شده، اما تا کنون شمار دقیق تلفات مشخص نیست. در این نبرد هر دو طرف درگیر جنگ از سلاح‌های سبک و سنگین استفاده کرده و درگیری یک ساعت دوام پیدا کرده است. دو روز پیش نیز نیروهای جبهه مقاومت در ولسوالی خوست بغلان در یک نوار تصویری از تصرف چندین روستا در این ولسوالی خبر داده بودند. خبر بعدی، شورای مقاومت برای نجات. طالبان زندگی را برای مردم تلخ کرده و ناگوار کردند. شورای مقاومت برای نجات افغانستان در پیام به مناسبت عید قربان گفته است که طالبان همه نهادهای دولتی را فلج کرده و زندگی را برای مردم تلخ و ناگوار ساختند. این شورا امروز با نشر پیام به مناسب فرارسیدن عید سعید قربان گفته است که طالبان به نام حاکمیت دین تمام آزادی‌های انسانی را از مردم سلب کردند. شورای مقاومت برای نجات افغانستان تصریح کرده است که مردم عید قربان را در حال تجلیل می‌کنند که طالبان در بیش از 10 ماه گذشته صدها غیرنظامی بیگناه را تیر باران کرده و هزاران خانواده را در بلخاب، پنشیر، اندراب و شمار دیگر از مناطق کشور آواره کردند. در پیام این شورا آمده است که مردم آزاده و مقاوم افغانستان چی در سنگرهای گرم مقاومت و چی در سنگرهای اعتراضات مدنی در داخل و خارج از کشور و نیز با حضور در رسانه‌ها انزجار و نفرت خود را نسبت به این حاکمیت نامشروع ابراز می‌کنند. گفتنی است که در مدت 10 ماه از حاکمیت طالبان در افغانستان محدودیت‌های فراوان بر شهروندان ویژه بلخصوص زنان وضع شده است. بر اساس گزارش‌ها طالبان در این مدت دست به بازداشت‌ها و قتل‌های انتقام‌جویانه نیز زده‌اند.